سازمان دیدبان حقوق شیعیان جهان شیرس پایان یافتن فشارها بر ملت بحرین و رهایی آنان از نقض حقوق بشر و تبعیض را خواستار شد در بیانیه این سازمان که نسخه از آن به خبرگزاری شیع ویوز رسیده آمده است روز 14 فوریه مصادف با هشتمین سالگرد درخواست اصلاحات سیاسی اقتصادی و اجتماعی از سوی ملت بحرین بود پس از ده ها سال انحصار طلبی حکومت، حذف مزایای دولتی و تبعیض علیه اکثریت ملت بحرین، همچنان این ملت ستم دیده شاهد تغییر در بافت جمعیتی قرار دادن اساس مذهبگرایی در اولویت قرار گرفتن اشخاصی خاص مصادره کردن آزادی ها و نقض دموکراسی توسط حکومت بحرین است. شرس افزود حکومت این کشور هزاران نفر را به زندان انداخته و تابعیت بسیاری از آنها را سلب کرده و تعداد زیادی از معترضان مسالمت جو را نیز تبعید کرده که در این بین شیعیان کشور بحرین بیشترین آسیب را در این اقدامات غیر انسانی متحمل شدند این سازمان حقوق بشری که مسائل مربوط به شیعیان را در سطح جهان رسد می کند ادامه داد ما در سالگرد درخواست اصلاحات مردم بحرین بار دیگر صدای خود را به گوش مقامات بحرینی اتحادیه کشورهای عرب و شورای جهانی امنیت میرسانیم و از آنان میخواهیم به این قبیل فشارها علیه شیعیان ستم دیده و مظلوم بحرین پایان دهد. شرایس در پایان بیانیه خود افزود همچنین از اتحادیه کشورهای عرب و شورای امنیت میخواهیم با میانجیگری اختلافات داخلی بحرین را حل کنند و مقدمات آزادی زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی را فراهم آورند تا حقوق اجتماعی از دست رفته مردم مظلوم بحرین خصوصا شیعیان این کشور به آنها بازگردد.